به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از افغانستان از مای پشن، از زبان بکتاش سیاوش، یما جان روزهای جمعه معمولا سوره کهف را تلاوت می نمود و از فضایل آن به اعضای خانواده سخن می گفت. نمازهای تهجد شبانگاهی را هیچگاه ترک نمی کرد و به تلاوت قرآن کریم به ویژه از طرف شب همواره پابندی داشت. با هم در یک اتاق می خوابیدیم. از اینکه شبانگام بیشتر نماز می خوان و قرآن تلاوت می کرد، گاهی مجبور می شدم به اتاق دیگری بروم و او را تنها بگذارم. درست پیش از شهادتش نکتایی هایش را به الماری من انتقال داد. وقتی دلیلش را پرسیدم لبخندی زد و گفت بگذار همین جا باشن. مادرم گفت وقتی صبح از خانه بیرون شد و در موترش نشست، موترش را نگاه می کردم که حرکت کرد و از گولایی فرعی دور زد و به سمت جاده عمومی راست شد. ناگهان متوجه شدم که در میان دود و آتش به هوا بلند شد. من هم این حادثه را دیدم و عاجل دویده به محل حادثه رسیدم. بدن سوخته و پیراهن رنگینی یما نگاهم را به خود جلب کرد و متوجه شدم که در گوشه دورتر از موتر به زمین افتاده است. جسد بی جانش را با آغوش گرفتم، اما دیگر به ابدیت پیوسته بود و سخن نمی گفت. پدرم در حالی که هوش و حواسش پرت شده بود آن سوتر ایستاده بود و نمی دانست چه کاری کند. لحظات بعد همسایه ها پارچه سفید آوردن و یما را در آن گذاشتیم و به خانه منتقل کردیم و همچنان به نقل از فیسبوک رابیه سادات، حکایت از توطئه جانگداز قتل و جانباختن و ارتحال و ملکوتی شدن روح یما سیاوش، ژورنالیست، ادیب، شاعر و نویسنده. روزی که روح یما سیاوش، ژورنالیست، ادیب، شاعر و نویسنده، با یک تیران عارفانه، عاشقانه و شور شوق و وجد و حال جاودانه از ناسوت خاک به سوی ملکوت افلاک و جبروت، تارون و سپهر پرواز نمود، زمین و زمان به نحوی رنگ خونین داشت و شفق قبای گلگون و لالگون پوشیده و چرخ گردون چادر سیاه اعضا بربر کرده می گریست. قصه کوتاه و خبر جانکا بود. یما سیاوش در یک توطئه مرموز در اداره ای که وجب وجب حرکت وسایتش با تکنولوژی پیشرفته جی پی اس کنترل می شد و قدم به قدم رفت و آمد کارمندانش به بانک با کمره های امنیتی رصد می شد و فضای قصر سلطان و اطراف و اکناف بلوک های سمنتی آن از بالون سفارت امریکا در کابل تحت رصد بود. در شکل داستان فیلم های جنایی الفرد هیچکاک با کارگزاری چند کیلوگرام مواد انفجاری در داخل موتر بانک روحش را به ارتحال ملکوتی می کشانند و کار بررسی را در دفتر دیوان سالارانی که سالهاست با کمیسون های مرموز سر و کار دارند به طاق نیسان گذاشته، به چند آدم مرموز دور از نظر سپرده، به فایل دوسیه های ملتوی تا روز حشر گذاشته. در تقبیه این حادثه جانکا بر روال معمول این حادثه را به جنایتکاران بیرون مرزی، دشمنان سوگن خورده مردم افغانستان، باندهای جنایتکار و گروه های مرموز دستندرکار ارتباط داده. ضمن تقبیه این جنایت، سرمداران نظام به خانواده شهید ادای تسلیت می کنند و وعده به کیفر رسیدن عاملان این قضیه را در اسرع وقت با یک اعلامیه از شاه تا گدا، از کی تامی در رسانه ها جار می زنند و به اطلاع همگان والی تاج والی و از کارگر تا رهبر در سراسر دنیا بوق زده و با توصیه های پدرانه و موضع های رهنمود جلسات شش صبح قضیه را به دنیای خس ابلاد و لاتیلات کشانیده، به این ترتیب به افسانه پایان زندگی یما سیاوش نقطه پایان می گذارند. و همچنان به نقل از اشت صبح، مجلس نمایندگان هفته آینده روند رایدهی به نامزد وزیران را آغاز می کند. مجلس نمایندگان 20 روز پس از معرفی کابینه تصمیم گرفته است که روند رایدهی به نامزد وزیران را آغاز کند. اعضای این مجلس می گویند که روند بررسی اسناد تحصیلی و تابعیت 10 نامزد وزیر تکمیل شده است و از این رو این مجلس تصمیم گرفته که هفته آینده برای آنها صندوق رای بگذارد.
این نمایندگان تصریح می کنند که تلاش کمیسیون ها برای تکمیل بررسی اسناد سایر نامزد وزیران ادامه دارد تا این روند به زودی تکمیل شود. از سوی هم موضوع دو تابعیته بودن نامزد وزیران یک بحث جنجالی در میان نمایندگان مجلس بوده است. برخی از اعضای مجلس می گفتند که نخست باید تکلیف نامزد وزیران دو تابعیتی مشخص و اسنادشان از چرخه بررسی خارج شود. اکنون اعضای مجلس می گویند که دانستن تابعیت نامزد وزیران زمان بر است و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفته است که از این نامزد وزیران تعهد بگیرند. به گفته نمایندگان در صورتی که معلومات این نامزد وزیران خلاف اسنادشان ثابت شود از پست هایشان برکنار و به دادستانی معرفی می شوند. حکومت در سیوم میزان ماه گذشته 23 نامزد وزیر و 3 رئیس نهاد را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد. مجلس اما با گذاشتن 20 روز موفق به گذاشتن صندوق رای نشد. کمیته رؤسای مجلس نمایندگان پس از تکمیل بررسی اسناد 10 نامزد وزیر از سوی کمیسیون های مربوط سرانجام روز سه‌شنبه 20 مقرف فیصله کرده است که روز دوشنبه هفته آینده این شمار از نامزد وزیران برای ارائه برنامه هایشان در نشست عمومی مجلس حضور یابند. حجت الله خردمند نایب منشی مجلس نمایندگان گفت که اسناد تحصیلی تعلیمی و تابعیت محمد انیف ادمر نامزد وزیر وزارت امور خارجه، اسدالله خالد نامزد وزیر وزارت دفاع ملی، محمد مسعود اندرابی نامزد وزیر وزارت امور داخله، عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزیر وزارت مالیه، عباس بصیر نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی، معصومه خاوری نامزد وزیر وزارت مخابرات تکنولوژی و معلومات، فضل احمد معنوی نامزد وزیر وزارت عدلیه، بشیر احمد تهنج نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، قاسم حلیمی نامزد وزیر وزارت حج و اوقاف و نثار احمد غوریانی نامزد وزیر وزارت صنعت و تجارت تکمیل شده و قرار است برای این نامزد وزیران صندوق رای گذاشته شود. هرچند نایب منشی مجلس نمایندگان به روزنامه 8 صبح گفت که این نامزد وزیران روز چهارشنبه 21 مقرب به مجلس فراخوانده می شوند، اما کمیته رؤسای این مجلس فیصله کرده است که این روند در هفته آینده آغاز شود. با آنکه از معرفی نامزد وزیران حدود یک ماه می گذرد و وزارت دولت در امور پارلمانی نزدیک به دو ماه پیش اسناد نامزد وزیران را برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستاده بود، اما مجلس تا اکنون این روند را تکمیل نکرده است. حجت الله خردمند دلیل کندی این روند را بررسی اسناد تابعیت نامزد وزیران خواند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.